Pete Hegg, Seth, welcome to the show, hey, man. Hey, Sean, thanks for having me. It's good to finally see you in person. Down and dirty introduction. Pete Hegg, Seth, husband, father, patriot, and a Christian man. You're an Army veteran of Iraq, Afghanistan, Guantanamo Bay, earning... دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در تصمیمی غیر منتظره پیت هگزت، کهن سرباز ارتش و مجری شناخته شده شبکه فیکس نیوز، را به عنوان وزیر دفاع خود انتخاب کرده است. این خبر بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده کرده و سوالات زیادی را برانگیخته است. آیا انتخاب یک کهن سرباز با دیدگاه‌های خاص سیاست نظامی آمریکا را به سمت جدیدی می‌برد؟ پیشینه هگزت در افغانستان و خدمت نظامی. پیت هگزت که بین سالهای 2011 و 2012 به افغانستان اعزام شد، 10 ماه را در کمپ جولین در کابل گذراند. او در این پایگاه به عنوان مربی در مرکز ضد شورش نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیساف خدمت کرد. تجربه حضور در افغانستان و مواجهه با شرایط واقعی جنگ نقش مهمی در شکل‌گیری دیدگاه‌های او داشته است. هگزت نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر مثل عراق و گوانتانامو نیز خدمت کرده است. تحصیلات او از دانشگاه‌های معتبر هاروارد و پرینستون به او اعتبار خاصی بخشیده و وی را در جمع افرادی قرار داده که هم تجربه نظامی و هم دانش علمی را به همراه دارند. حضور او در محیط‌های جنگی مختلف نشان از آشناییش با چالش‌های واقعی دفاعی دارد. دیدگاه‌های جنجالی هگزت درباره جرایم جنگی. یکی از نکات جالب در مورد هگزت، درخواست او در سال 2019 از دونالد ترامپ بود تا کهن سربازانی را که به جرایم جنگی متهم شده بودند عفو کند. او در برنامه‌های خود در فاکس نیوز با خانواده‌های این سربازان صحبت کرده و از این عفوها حمایت کرد. تلاش‌های او باعث شد ترامپ در همان سال چند سرباز را که به اتهاماتی مانند کشتن افراد مظنون به بمب‌گذاری در افغانستان محاکمه می‌شدند، عفو کند. این اقدامات واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت و توجه زیادی را به دیدگاه‌های او نسبت به مسائل جنگی جلب کرد. نگاه هگزت به ناتو و سیاست دفاعی آمریکا. رویترز انتخاب هگزت را به عنوان یکی از گزینه‌های غیرمنتظره ترامپ معرفی کرده و به دیدگاه‌های بدبینانه او نسبت به پیمان ناتو اشاره کرده است. او بارها از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده و آنها را به ضعیف بودن متهم کرده است. این دیدگاه شاید برای برخی از سیاستمداران و کشورهایی که به همکاری نزدیک با آمریکا عادت دارند هشدار دهنده باشد. اما از طرف دیگر این رویکرد نشان از سیاستی دارد که آمریکا را در اولویت قرار داده و به تقویت نقش این کشور در عرصه جهانی می‌اندیشد. ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرده که با رهبری پیت دشمنان آمریکا باید آماده باش باشند. او همچنین هگزت را فردی سرسخت، باهوش و معتقد واقعی به شعار اول آمریکا خوانده است. این عبارت‌ها نشان می‌دهد که ترامپ قصد دارد با انتخاب هگزت پیامی قاطع به جهان مخابره کند. آمریکا تحت رهبری او قوی‌تر خواهد شد و دشمنان نباید روی عقب نشینی این کشور حساب باز کنند. سابقه و چالش‌های پیشروی هگزت. پیت هگزت همچنین اظهار داشته که در سال 2021 به دلیل دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی خود از ارتش کنار گذاشته شد. این موضوع شاید باعث شد دیدگاه‌ها و استراتژی‌های او در وزارت دفاع متفاوت و منحصر به فرد باشد. حالا او برای گرفتن این مقام مهم باید از مجلس سنا رای اعتماد بگیرد که خود چالش بزرگی است. این رایگیری به او اجازه می‌دهد تا دیدگاه‌های خود را برای اعضای سنا توضیح دهد و از برنامه‌هایش برای تقویت ارتش آمریکا صحبت کند. انتخاب پیت هگزت به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا به افغانستان به چند دلیل ربط پیدا می‌کند. اولاً هگزت تجربه حضور مستقیم در افغانستان را دارد و با شرایط جنگی این کشور آشناست. او به عنوان میربی زدسگس، او به عنوان مربی ضد شورش در کمپ جولین کابل که یکی از پایگاه‌های مهم نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیساف بود، خدمت کرده است.
این تجربه باعث شده تا هگزت به خوبی از پیچیدگی‌ها، مشکلاتی که نیروهای آمریکایی در افغانستان با آن مواجه بودند، آگاه باشد. سانیان، تجربه حضور او در افغانستان ممکن است بر تصمیم گیری‌هایش درباره سیاست‌های دفاعی و نظامی در این کشور و منطقه تأثیر بگذارد. با اینکه نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از افغانستان خارج شدند، اما آمریکا همچنان نگران مسائلی مثل تروریسم و نفوذ گروه‌هایی مثل طالبان و داعش در منطقه است. آشنایی هگزت با افغانستان به او این امکان را می‌دهد که با دیدگاه خاصی به مسائل افغانستان و منطقه نگاه کنند و شاید سیاست‌های ویژه‌ای برای ثبات و امنیت آن منطقه داشته باشد. در نهایت انتخاب فردی که کهنه سرباز با تجربه حکمت در افغانستان میتواند پیام قاطع تری را به گروه‌های مخالف و تهدیدات احتمالی در منطقه برساند. این انتخاب میتواند نشان دهنده تمایل آمریکا برای تقویت دوباره حضور یا تاثیر خود در منطقه باشد یا دست کم پیام هشداری به بازیگران مختلف در افغانستان منطقه ارسال کند. تحلیل و نظر شخصی. به نظر میرسد که انتخاب پیت هگزت میتواند به دلیل تجربه های گسترده نظامی او در افغانستان، عراق، گوانتانامو و همچنین نگاه تند و صریحش به سیاست های بین المللی نشانی از رویکرد قاطع ترامپ برای آینده دفاعی آمریکا باشد. هگزت با داشتن سابقه قوی ممکن است تغییرات چشمگیری در وزارت دفاع به وجود آورد و سیاست‌های جدیدی را با تمرکز بر امنیت ملی و شعار اول آمریکا پیش ببرد. این انتخاب مسیری تازه را برای وزارت دفاع باز می‌کند و نشان می‌دهد که دولت ترامپ شاید به سیاست‌های محافظه‌کارانه و دفاعی بیشتری روی آورد. آیا به نظر شما انتخاب یک کهنه سرباز با تجربه مستقیم از جنگ می‌تواند امنیت آمریکا را بهبود بخشد؟ یا شاید چنین انتخابی باعث افزایش تنش‌ها در روابط بین‌المللی شود. نظراتتان را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. But they've never come back. And then the problem is it's a feedback loop. You know, you and I would probably talk a lot about the military-industrial complex. All these outside the companies that influence the way we procure weapons and the way we fight. Well, there's a veterans-industrial complex too. And you know, the traditional names, the VFW, the Legion, AMVETS, you name them, they've got big offices in Washington, D.C., and they are invested in one thing, namely, a bigger VA budget. A bigger VA budget means more programs that they collaborate with. They say it is to serve their members, but if you talk to their members, which is what we actually did in the organization, it's like, hey, we don't care what VFW headquarters